الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إهرام پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم فدا و هدیه ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهدای عزیز انقلاب شهدای گرانقدر این منطقه پدران و مادران اسیر خاک خودتون صلوات بلندتری عنایت کنید. بسیار خدا را شکر می کنم که توفیق نصیبم کرد در این شهر مذهبی ولو به اندازه یک جلسه محضر شما برادران بسیار عزیزم خواهران گرامی خودم برسم و جوادری را با تکیه به آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت مجلسی داشته باشیم که سبب تعالی افکار ما بشود انشاءالله. تا من دیهوش نیامدم شما هم سابقه من رو ندارید، اما هر وقت مبتلای به منبر من شدید تا منبر من باید بلند بگید انشاءالله. چاره ای ندارید تا از شرط من خلاص بشید انشاءالله. خیلی زود میخواد خلاص بشی ها؟ باید تو اول وقت قدقه میدادی که مبتلا نشی، حالا که مبتلا شدی صبر کن. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. در محضرات در محضر مقادیم معزز روحانی خودم بالاخص حجای احمدی کمال شرمندگی که من بخوام تصدیق وقت کنم وقت شما رو بگیرم ولی خیلی وقتتون رو نمیگیرم. هر وقت خسته شدید یه ساعت شدید وقتش به من اشاره کنید تمامش به من انشاءالله. خب من با خودم فکر کردم توی این جلسه چه بحثی را میتوان عنوان کرد که کامش بکن آدم زمین این ساعت رو امکان ندارد، لذا تصمیم گرفتم به یک موعظه از وجود خاتم انبیا محمد مصطفی بپنده کنم. چهل سال، پنجاه سال، شصت سال، هفتاد سال، هشتاد سال،
90 سال 200 سال هر چی عمر کنی سربسته و دربسته خدا یه چک میده برای این عمر شما. من سوالم اینه عمر من رو شما چقدر میارزه؟ 50 سال که عبادت خدا میکنیم، نماز، روزه، خوز، زکات، مسجد، محراب، منبر، کربلا و مکه، خدا به من چقدر میخره؟ این سوال یه سوالی بسیار ناشیانه، یعنی اگر کسی با روایات آشنا باشه نمیدی عمر چند. اگر شنید سوالی کردی سوال مثل اینه بگه های کافی طلال سالی چند؟ خب طلال سالی چند برای آدم ناشی به بازار طلال سوال خوبی، اما اگر از یک زرگر بپرسی طلال سالی چند بگه کنون طلال با کنون عیار 14 16 18 21 24 شمش طلا کدام طلال سالی چند کیلونی چند؟ اگر بپرسم امروز آقا خانم ای اهالی دیهوک عمری که تا الان کردی امام زمان و خدا چقدر ازت میخره؟ دیگه عمر ناشیانه یک سؤال ناشیانه است. اما اگر بیایی در محضر خاتم انبیا و آیات قرآن بررسی کنی اونا میگن عمر با کدوم عیار با کدوم خلوص نیت چقدر کار خالص بودی؟ خدا به اندازه خلوص نیت شما روز قیامت بها میدهد به اعمال و عمر شما. البته شما منظومه دیهوک که عیارتون کامل 100% میگه برید سراغ اون کسایی که اعمالشون رو برای اونها انجام داد
حواس جمع بشه مهمتر از نماز نیت نماز. نیت نماز و شیطون میاد تو همین نیت سر به سر من شما میداره. یه نماز میخوای بخونی بکن کار نداره، اما به امام جماعت اینجاست که پوست امام جماعت میگه ای بود سر نماز جماعت شد چهارتا باری کلا ببین مردم چقدر قبول دارن، دو تا سر شد چهارتا بهتر بگو الله اکبر با اشکال اون کلمات را سبحان ربی العظیم برادرهنده. به شما همینطور نمازشن بلندی که میخونی انشاءالله چرا ها کردید شما مرزم شیخه بسید بگون انشاءالله من این درده پیان اینجا مطلاب را میفته انشاءالله نمازشن میخونی صبح که فرمت میگیدی من آفت نواب اونگا و صبح زمستون آف برشی برگی نمازشن آف میکشه بیداره نمازشن خونده شیطون یه سرزر این بیداره با یک ریا حفظ عمل حفظ عمل. بنابراین اصل کاری را شیطان از شما میگیره، شما حرکت میکنی فرج عادله تو شیطان عوض میکنه عرض این که الالله باشد الالله باشد الالله شیطان افرائی که استرد الاله و هوا ای بیمان بردیدی اونایی که خدای اونها هوای نفسشونه بیجارهای اونی فیض میکنن دارن عبادت خدا میکنن روز قیامت که خدای اونها شمس تا شیده امیر المؤمنین بودن این عمر رو بگیم جزای قیامت منو بده خدا که رو از ما طلبی نداشتی چه طلبی داشتی؟ یه داستانی رو شما براتون بگم گرچه یه حکایت هست اما یه درس بزرگ توشه. خدا رحمت کند علمای صابق ما را و خدا حفظ کند علمای موجود ما را انشاءالله. آیون میگن یکی از علمای بسیار بزرگ ایران یه وقتی مرجعیت تقریب داره در ایران مرحوم از ملاحاوی حمدانی اعلی مقام شریف بود، یک مرد بسیار وارسته بسیار متقی و ملا، یک خادمی داشت این 40 سال خدمت آقا کرده بود دیگه پیرمرد بود تو خانه آقا بود. مرحوم از ملاحاوی حمدانی به این روز دیده این آقا خادم برگشت تو خانه از بازار رفته بود خود سبزی به خلقی ها دیدن داره گریه میکنه به دوله ها شیرگاگا. بعضی از مناطق ایران به برادر میگن کاکا، نمیدونم ایران میگن یا نه نمیگن هیچی نمیگن ها میگوی آقایی گفتن که من زبان عربی بلدن دوتن بای عربی بلدی عرب ها به گاه چی میگن؟ گفت میگن بقر من بای کم دارم. به گوساله چی میگن؟ گفت به گوساله این چی نمیگن سب میکنن بزرگ چه برای بهش میگن برای خب کاکا بعضی از مناطق مثل همدان و شیراز و اینا من دیدم به برادر میگن کاکا. حاج ملاحاوی همدانی علی الله مقامه الشریف به این پیرمرد میگو کاکا کاکا چرا گریه میکنی؟ دو ما رفتن بازار سبزی رو کردم دیدن مرادی تو بازار داره جا میزنه. قدیمای تو بود سازمان حضوری آرک نبود، هر که باز کربلا بره مدیر کاروان بود یه جاچی میرستاد تو شهر جا بزند هر که دارد همه سکر رو بلا آقا من را چه گریه میکنی کاکا؟ آقا دارم چه کرد؟ من پیرمردم دیگه بعید میمونم عمرم قرض بده کربلای ابی عبدالله رو ببینم، دلم شکسته دارم گریه میکنم به یاد سید الشهدا. میگم فرما عبدالله همدانی مرزن کاکا جان دلش میخواد بریم کربلا نه آقا قرض از خدا میخوام برای کبر ثبت نام کن منم میام با هم دیگه میریم. گفت
جدن میگین این نوزت موقتیه یا این شادی موقتی به من بدید و خدا نه برو دفترام میگه آمدن گفتن به مدیر کاروان حضرت آیت الله العظما حاجب الله حمدانی حاجب الله حاجی حمدانی میخوام با شما بیم کربلا آقا این جارچیه اعلام کرد حضرت آیت الله تو این کاروان فورا سبتنام کردن ملت و ظرفیت تکمیل را افتادن کابر اون شبیه که میخواستیم حرکت کنیم با آقا روزم آقا ما پیدر همه چیز رو گردیم جو که چی؟ آقا بعد اون چی؟ تو ما این رو هنج که بیشتر ندیم دو هم هستیم آقا بعد اون چه خوب یک کارش بکنیم گفتن آقا هم این رو چکار کنیم چکار کنیم شما سوا بشید من رکار بردشون رو گیرم میام من نوکرم شما ارباب من خادمم شما مخدوم شما آقایی من رئیسم شما آیت اللهی من بیسوا میره وقت مرحوم آیت الله حمدانی گفت 6 سال تو خانه ما بودی از من بی‌انصافی دیدی؟ گفتم نه آجان فرمونی بی‌انصافی من سوار بشم تو پیاده باشی کاکا گفتم آقا چکار کنیم فرمون هر روز برای صبح تا غروب را بریم صبح تا ظهر من سوار عصر میشم ظهر که نهار خوردیم از عصر من پیاده تو سوار شو تا غروب به هر منزلی رسیدیم اونجا استراحت میکنیم دیگه گفتم آقا زشته مردم میگن خادم سوار ارباب پیاده است گفتن این ارباب رو داره کنار باید کاری بکنیم که خدا نگه زشته من از چه میخوام بگم؟ بگم آقا کارگاه ما با خجالت اصلا سوار این عرض میشدیم چاپن راه که رفتیم قافله رسید به یک جایی که مدیر کاروان رفت روی سنگ ایستاد توی اعالی کاروان اینجا یه جایی که سابقه دزدی خیلی داره ها مواظب اساسا و پولاتون باشید فردا صبح بلند نشید توی سراغ من بگید دزد همه چی ما رو دیشب برداد هر گرجه مواظب اساسا خودش باشید کاوا آمد و آقا گفت آقا مدیر کاروان شو اشکار کنیم من تا صبح نمیخوابم مواظبم کشید میکشم دزد مال ما رو نبرده آقا فرمود کاکا اینم بی‌انصافی چند پاسو من بخوابم تو بیدار باشی نصف شد من بیدارم نصف شد بله تا اینجا معلومه انشاءالله کاکا میگه آقا گفتم آقا سرجدی من خوابم نمیاد نصف شد اول شما بخوابی آقا میگه تو مانی نداری میگه اول آقا میشی تو سرش خوابی اما آقا 40 سال با این کاکا زندگی کرده میتونه یک پیرمرد بسیار ساده یک کلا تو سرش میره دلش زیر هوا شور میزد گاگاهی از خواب میپرید کاکا روبر آقا خوابی یا بیدار روبر آقا بیدار بیدارم چیکار میکنی کاکا تو آقا دارم فکر میکنم آقا فرمون پایی کرد آخری مقال اکرم فرمون تفکر ساعته نفر من عبادت سنته یک ساعت فکر کردن بهتر از یک سال عبادت هست پایی کرد کافر نالاکی داری فکر کنی میشه تو من بگی داری به چی فکر کنی کافر با آقا یه خواهی در تو تو راه پای من خواهر از پا میشیدن بیرون بینم سر این خواهر تیزه یه قدر دارم فکر میکنم این همه خواهی و بیابون چی نشستی سر این همه چیز کرده این حد این کاران ساده بود میگه آقا فرمود که کاران جان پیغمبر که فرموده فکر کنید و فکر سواب دارد فکر اساسی کن نه که چی نشستی سر این کار رو چیز کردی خاران خیلقت خدا دادش اینه بله خدا اینجا تن داشتون کرد گفت شما ما بخوابید آقا برای درم دیر هوا یه جور تیری در از خواب پری کاکا بیداری از خواب نه آقا بیدارم بخوابید شما یه وقت نیمه شب شد آقا از خواب پری کاکا بیداری از خواب و آقا بیدار چگاه میکنی که آقا من دارم فکر
هشتاد سور کتاب داره، یکیش مفاتیحه، یکیش چقدر این آدم خالص بود. یکی از کتابات که اون هم کتاب منازل الاخره است، این کتاب فارسیه، کمتر از صد صفحه است. به من قول بدید این کتاب رو تهیه کنید بخوانید، خیلی سازنده است، کمه اما بسیار اثرگذار، بسیار. از قبل قومی کتاب آن نوشت خونه ما بود، یه پدر پیرمرد بیسوادی از قبل قومی داشت، هر روز برای نماز جماعت می آمد حرم حضرت معصومه صلی الله علیه و آله، به خدا قسمت شما هم بکنه ان شاء الله. یه آجه محمد، یه آجه عبدالرزا و مسئله کو زهرا بین نماز زهر و عصر برای مردم مسئله میگو، پدر از بقاد قومی هم نشسته داره گوش میکنه، دلش تو مجلس دیگه آمد میگه یه چهار تا مسئله میگو میشن، اون روز بلند شد آقای مردم امروز مسئله نمیگم. یک کتاب بسیار خوبی به دستم رسیده، میگم یه چند دفعه از این کتاب براتون بخونم. وقتی کتاب باز کرد، کتاب منازل الاخره آشقباز قومی بود، پدر آشقباز نمیدوند این کتاب رو به سرش نوشته. سبه اول خون عشق آمد صورت پدر آشقباز، سبه دوم زار زار گریه میکرد، سبه زمون جارا کتاب بسته شد، نماز عصر خونده شد، پدر آشقباز رو آمد خونه، یه آشقباز یکی قومی داره مینویسه، تو آشقباز تو بله تو حرام بودم. از عبدالرزا و مسئله اون مسئله امروز نگفت، میدونی چی کار کردن؟ گفت نه، گفت یک کتابی خون عشق ما در آورد. ای پسر، کاش میشد یه روزی تو هم بتونی از این کتابا برای ما بخوانی. اشرفات ما میگوه اسم کتاب چی بود بابا؟ تو منازل الاخره، عشق ما در آورد. آشقباز به پدرش نگفت این کتاب رو من نوشتم، گفت بابا جان دعا کنید خدا توفیق بده ما هم بتونیم از این کتاب ها بخوانیم و بنویسیم. تو اگه خالص باشی خدا میخرده، اگه خدا خریدی همه عالم حلوا حلوا میکنن، تو خانه شیعه در عالم پیدا نمی کنی که نباش عباس قومی نباشد. برید حسابات رو با خدا صاف کنید. یه خاطره دیگه ازش براتون بگم، همه از عباس قومی آخرای عمرش تو صحن حرم امیرالمومنین رو ایران فدا چکی به دیوار کرده بود، یا آقای از علما میگه من وارد صحن شدم کنم زیارت مولا امیرالمومنین، یه دعا میکنم بلند آمین بگو چون آرزوی رسمی منم هست، خدایا به عظمت فاطمه زهرا به زودی زود زیارت نجف و کربلا قسمت همه ما بفرما. گفتین آشقباز به دونه گوشه سن یه روز اون دیارتی هم اون هم خیلی شروع بود اصطحان مجید، میگه نگاه کردن سن پیرمرد تکیه کرده به دیوار سن، الان مثل باران از چشمش عشق میریده. رفتن جلو سلام کردم آقای آشقباز، سلام علیکم. گفت علیک السلام. اون آقا چند منقدری برای چی حالشون اونقدر دگرگونه؟ فرمون دارم قصه میخورم. گفتم قصه چی؟ فرمون من پیر مرد شدم، زانوام میدرده، توان ندارم، جسمم ضعیفه، دلم میخواد برم تو حرم آقا امیر المؤمنین، اما این ازدحام جمعیت میترسم برم اونجا جمعیت هم صدمه بخورم هم مزاحم ظاهرین امیر المؤمنین باشم، از این که حال جسمی مناسب نیست برم تو حرم دارم قصه میخورم و گریه میکنم. این عالم برجسته میگه گفتم آقایم قصه نخور. فرمود چرا؟ گفتم آقا هر کی داره میره تو حرم یه آشقباز قومی زیر بغلش، یه مفاتیح زیر بغلش آشقباز.
تو اینجا کی ویسی تو حرم نہیں اینجا کی ویسی تو حرم بگاه شعبات قومی بایان هست به من عشقا چپاک کرد دستش بودن کرد و الحمدلله رب العالمین گفتم آیا شعبات چی سار کنم فرمون چی ساری گفتم چی شد این مفاتی شما نت با برکت چی شد گفت به خاطر اینکه وقتی نیت کردم مفاتی رو بنویسم قلم رو برداشتم وای بسم الله رو بنویسم از اولش نیت کردم گفتم خدایا از اول وای بسم الله تا پای محمد تا وقتی این کتاب تمام میشود هر چه ثواب داره یه ذره من نمیخوام همه ثواب وجود دار برای مادر سادات فاطمه زهرا این کتاب کتاب فاطمه است کتاب من نیست و فاطمه کوثر خدا انا احتینا کل مردمی خود رنگ خدایی بزنید به اعمالتون کاری که میکنی یک کاری کن کسی نفهمه کسی ندارد به زبان خود جاری نکن اینا شعار نده به خدا ارزون داریم میفروشیم آورا رو خیلی ارزون بهترین مشتری این عالم خدا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا بذلكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم خدا مشتریه ارزون فروختی اگه به غیر خدا بفروشی ثمن و اجر موقت گیره داد اگه به خدا بفروشی اما اگه به خدا فروختی عمرت میشه جاودان خودت میشه جاودان عملت میشه جاودان تمام یه ازدگان شایی میداری دو شوهره به این فکر نباش تو تند شوهره جا پیدا کنی به این فکر باش چون خدا آقای من فضونده هست خدمت به یاد خواب دارد این شایی رو میزن میدارم جا خدا میداند خدا محبت رو ده برابر میداره تو هم شوهره شما همیتون به جای اینکه برای خوش آمد زن و بچه کاری کنید برای خوش آمد خدا کنید خدا دستور داده هر چی خدا به من گزارش داد گزارش رو به نصیب زن و بچه‌ام کنم به خدا چون تو دستور دادی من خدمت می‌کنم به زن و بچه‌ام ناز کنی چه جایی باز می‌کنی در دل او جامعه یعنی به خدا این کار می‌کنی نمیدونم بحث دارم یا نه الان ساعت رو میبینم ولی یادم نیست برای چند آدم تو منبر فکر کنم این ساعت دیگه یادم نیست که این مقدار شنیدید بگم برات بگم تکرارشم آتندار قلوب از بین میبره میگم یک کسی بود به نام شبلی آدم بسیار بسیار مقدس معروف بودی مستجاب الدعوت وارد این شهری شد شبیه دیوک دیوک نبود انشاءالله وقتی وارد شد به این قصد وارد شد به عیادت بیمار مسلمانی از اولیای خدا یک قبای کرباسی تنش بود یه امامه دونستی یه مش گیره به پا وارد این شهر شد با خود یادش آمد که آدم عیادت مریض بوده دست خالی نمیده یه چیزی ببریم در خطور جیوش دیگه هیچی پر ندارد هیچ رفت شد کجا این نونگاه را داره نونگاه از تنو در بیارم داده روی بیدی که جلوی در مغازه هست مشتری ها ببرن بایدار سلام کرد به نونگاه گو به علیه کرد سلام گو های نونگاه گو برنده گو من آمادم تو شهر شما دارم عیادتی مریم میخوام دست خالی نرم میشه چند از این نونگاه به من بدین ببرم خود اطلاع بلا مشتری ها شما بعد ببر پولی تو بده ببر واقع مشکل هم اینجا پول ندارم گفت ببین من شگرد گداهای جدید بلدم برو از این بازی ها در نیار
من گداخته به راست نگردم، محلی کس بود اجارت من همین موبایلیه، در آمد من از اینجا برای من دو تا سه تا چهار تا مون دست مردم مجانی بودم همچیزی با خودم نگرده دنبال کاره شبلی رو نمیشناسم. شبلی رو بابا من میخوام برم عیادت مریض، برای خودم نمیخوام. آیا به چهره من میخورد که من دروغ بگم؟ برای دوست دانون گالا میخوره یا نمیخوره من بهت نمیدم. این هم افتاد رو بوز به قول ما تو زنده بر قوم دو بده این رو من نمیدم. آخر شبلی حرف عجیبی در گاهی اون با نمیدی نده به من ندادی نده نداره، اما بیاد تو چنان خالی بده به خدا، برای رضای خدا بده. تو خیلی کارا حتما برای رضا خدا بکنن، نون به کسی نمیگن. شبلی گفت نمیدی نده سر بنداز پایین بره. اتفاقا کسی رسید در مغازه نانوایی، شبلی رو شناخت، سلام کرد، هم شد دست آقا رو بوسید، آقا رفت به نانوایی و آقای اون داد خوش آقا خانه تو با شبلی رفیق میگفت شبلی چیه؟ گفت حضرت آیت الله شبلی بابا همه برن ماها بخش بگیرن دارم خدمت آقا برای منیتشون تو قد دعا بنویسه. گو من شبلی را تو نمیشتزم اگه ببینم نمیشتزم. گو همین پیرمردی که الان دو دقیقه پیش اینجا بود این شبلیه نونوای تو راست میگی؟ گو به خدا قدر تنور و نان و مشتری و مغازه را همه رو رها کرد دقیق دنبال شبلی خودش انداخت تو پاهای آقا. آقا نشناختم منو ببخش. باید شناختی گو برده گو من از تو رو نمیبخشم نمیبخشم. گو خودم آوزم ببخش گو نمیبخشم. گو تو را اولیا ببخش نفهمیدم افتادم اون رنده بدن منو ببخش. مغازه مال شما هر چی میخوای ببری بیا ببخش. گو بگه هیچی نمیدونم هیچی نمیدونم. آقا هر که این مباله در آمد گو آقا شما دارم من رو ببخشید خطایی کردم. شبلی خواهد یه دستی بشتید تا آخر عمر تو گوشش بمانه. گو چه کار کنی؟ گو آقا گو هر کار بگم میکنی؟ گو بله قربان هر کار که نیستم میکنم. گو این شهر چقدر خالی ایزه؟ گو نمیدونم 50 تا 60 تا 100 تا 200 تا. گو فردا دیگه از سفره میندازی بلند بالا همه فقرا این شهر رو دعوت میکنم. بهترین غذا این شهر چیه؟ مثلا فرض کنید گفت شروع کباب برگ سلطانی خدا روزی میکنه سر ظهر انشاءالله داری این هم شد میگه انشاءالله خب معلوم شهر دنیا نیستی خدا تعام و بهشتی نصیب کنه انشاءالله. گفت شهر اگه 200 تا فقیر رو من فردا جوی آخر دیدم گفت من از من راضی میشی؟ گفت بله راضی میشی. ولی به این شهر گفت چه شهر؟ گفت منم با دو سه تا شاگردام میام. گفت بعدم تو چش آقا فردا جون سفره بلند بالا 200 تا فقیر نشستن خوب یک کباب پیچید و کبابا وارد شد و جلو هر کسی یه قرص غذا گذاشتند و بهلول نشسته بالای سفره شاگرد بهلول طبق شاگرد شبلی طبق نقشه شبلی رفت و طعم نشست صابخونهم موبایل رو ایستاده تو دست به سینه نمیدن. حضرت آیت الله همه منتظرن اول لقمه را شما بخورید بقیه شروع کنن. همه نگاه ها به شبلی آسینه رو در بالا یه رفت شاگرده با حضرت استاد یه سال آقا برمو برد رضا خوردن رو از این دعا نیست دعا رو خیلی مهمه. آقا برمو اگه مربوط به دنیا بذار بعد از نهار چه دنیایی بهتر از این نهار. اگر مربوط به آخرت الان بپرس شاید عجب که من مهلت ندام تا بعد نهار زنده باشم. گو آقا مربوط به آخرت شده. آقا برمو دعاده چیه؟ گو آقا میخوام ببینم اوضاع و اهل جهنم چیه؟ آقا برمو چندین سفر در قرآن راجع به اهل جهنم اینا میرن تو جهنم اینا میرن تو جهنم اینا میرن. گو نه آقا من سفات قرآن نمیخوام میخوام
این جمعه دیویست کریست و پنجا نبری که اینجا هستیم یکی از اهل جهنم رو به من نشون بدهید که من در اکران زور نشم. اما همه نگاه ها آمد طرف شرفی، این شرفی که چشم بردخی به قول معروف داره خواهد کیو اهل جهنم معرفی کنه. یک بر شرفی شروع کرده از این زن فراز کرد، دور زن دور سفره آمد برگشت این طرف گفت دور سفره اهل جهنم نمیبینم، اما یکی از اهل جهنم در در میبینم. گفت قربان کیه؟ گفت همین صابخونه، همین صابخونه. اما نوبایی من گفت حضرت اون شما چی میگید؟ من حاضر شدم برای رضایت شما دیگه دهن شد و کباب رو بند تقیی کنم و شما میگید اهل جهنم. آقا فرمود اتفاقا برای اینکه به روخ بکشم همین کار کردم. تو حاضر شدی برای به دست آوردن رضایت یک بنده بیچاره دیویت دست شروع کباب برد بدی، اما برای رضای خدا دو تا نون خوابی. خیلی از ما ها آدمای خیلی هستیم تو دیهوک، اما تش برای خدا یا برای که مردم از ما تعریف کننه حساب کار خودتون رو بکنید. تو هم ردیفی از ردیف های زندگی هستید، حساب کار خودتون رو بکنید. خدا عمر میخرد اما عمر خالص، عمر خالص. و لذا روز قیامت خدا به انسان ریاکار میگه نگاه کن به اونهایی که به خاطر رضایت اونها کار کردی تو دنیا. انظر الیهم هل تجدون عندهم الجزا. ببین پیششون چیزی از جزا هست؟ تو ازشون جزا بگیر. این بیچاره ها در مونده کار خودشون هست، در مونده کار خودشون هست. لذا وجود معظم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود عقل قلبک که دیگه آخر ندید که در نیمتون کنم قصده تون نکنم بیشتر. پیغمبر برمود خدا از شما عمل زیاد نمیخواد، خدا عمل صاف میخواد. اخذ قلبک یک شکل قلیل دومنن عمل شبا نماز شب نمیخوای بخونی جمعون برو به همه بگو آقای کافی گفته شب نماز شب خدا عدد نمیخواد، نماز مطلب شب برای خدا بشکر نماز صبح برای خدا بخون، کار خیر تو برای خدا بخون. اجازه میدید یه خاطره از مرحوم پدر مرحوم کافی براتون بگم؟ دیرتون نشده؟ مرحوم کافی میگفت سه تا جوان پولدار، سه تا جوان پولدار پول گذاشتن را یک مسجد مبصری توی شهر ساختن، بسیار مسجد زیبا. گفتم اون مسجد این دیواره رو که افتضاح کنیم مثلا اون نیمه شعبان افتضاح کردن. گفتم مسجد به این قشنگی آقای امام جماعت باوقار و با کیفیت آمریکا که مردم قبولش نیستن رفتن خیلی گشتن جنگ آقای بسیار نازنینی را ازش درخواست کردن آقا قبول کرد بیاد اونجا نماز ظهر و صبح و عصر و عشا بخوانند. روز اولی که آقا خواست بیاد برای افتضاح یکی از این سه نفر گوشت بازن باشه ها، یکی از این سه نفر اسمش محمد بود، یکی اسمش ابراهیم بود، یکی اسمش موسی بود. اسمها یادتون باشه، محمد، ابراهیم، موسی. محمد آمد که بود جهاز و آقا مردم این شهر این کمک نکرده و ساخته این مسجد. ما سه تا رفیق بودیم از جون و مایه گذاشتیم از سرمایه مون بعد شاگردتون محمد هم رفیق ما ابراهیم و آقا موسی. ما سه نفر این مسجد ساختیم، خدا هم توفیق داد شما رو نصیب ما کرد. ما رو تو نماز شبتون دعا کنیم. حالا این به آقا میگفت
یعنی ما در عمل ساختیم آقا تو ذهنش بمونه آقا کجاش آقا شب اول که رفت محراب نماز بخونم عادتش این بود سوره تبریز مرد بکر اعلا رو بعد از سوره حمد بخون آخرین آیه سوره اینه و صحف ابراهیم و موسی این محمد بودتر آقای استاده بودیم آقای امام جماعت اسمی دوز شریکاش رو برد اسم اینو نبود گفت بایی که من نفتم با آقا بودتر بیمار سه نفت به مسجد رو داختیم این از آقای گرسا به روز اول دست برده ما نماز نماز رو تشبال آقا آقا عجب نماز بی عجب حمد سوره حال کردیم و عشق کردیم باشکلالا خدا رسل کنه اما آقا جون یاد شدن به شما چی بکنم ما سه نفت رو اونجا رو ساختیم آم بنده اسمم محمد است اون ابراهیم بود یک حکم با قلاب و شلاب بود و محمد آقا ما پیشانه نمیدونم بودیم منظورش چیه و بعد فهمیدم خدا رسلتون کنه محمد و آقای برای نابوزا خدا رسلتون رفت خونه و شهر راوید صبح آمد نماز این آقا محمد آمد بزر آقا دید باید آقا میگه و صبح و ابراهیم گوه نکنه آخونده پولکی شدن یه پول گذاشت پاکت آمد در خونه آقا و داد به آقا و آقا من خدمتون عرض کردم ما سه نفریم محمد و موسی و ابراهیم آقا پول نخواستیم گوه نه این هدیه ای در طرف من کی داره این هدیه رو داد محمد نوشته باشید حالا بیچاره بوده تو جیب شورت تو خانه باز شب بعدی بوده و صبح و ابراهیم نه با آقا گذارش نمی افتاد گفت بعضی ها با پول و هدیه درست نمیشن ولی خوبی بیشماری شده هفته بعد آمد در خونه آقا درد تا آقا در واسه یک موش بوده تو سینه آقا گفت هی من میگم اسمم محمد تو میگه و صبح و ابراهیم من موز آقا آقا تو پس این تو رو بعده سه نفرمی گرفت داختی این آخری باری تذکر می دهم آقا می شود از ترسش رو باش رفت خانه صبح ما آمدن در آقای نماز یه بردن آقا می گرفت و صحف محمد و ابراهیم و موسا یکی از مزدگیمی که حافظ قرآن می گفت آقا آقای محمد نداره برای شما جبرئیل لازم میشه گفت نه دیشب برای من ازرائیل لازم میشه گفت این کلمه هم جز بارا چرا کنیم یک مسجد لازم ای باید بگی کی داخته کی داخته کی داخته گفت پنج که مسجد داده کی داده کی داده کی داده یک روز آشورا نهار میده همه استان رو خود میکنه که ما در دیهون صدا دادیم گفت با کی داریم آمده میکنه با کی یک جریده دختر که همه شهر و همه جریده کنند دختر رو کی داد؟ کی داد؟ های خورتونتون بشن اهل بید که واقعا اصفه همه چیز در عالمی پول میکردی میدادن جان میدادن والله نه امام رضا علیه السلام پشت پرده بایدسته به سائل و گدا دستشو میاره بیرون پول میده گیسه به پول میره وقتی امام رضا میاد بیرون نگر آجل خودت نیامدی بیرون دیگه تشکیل هم چشم شما میگه تجارت دیگه شما تو برای یکی دو تدیگه من دارم با خدا معامله می کنم آمده به امیر المؤمنین که آقا بابا مرد حضرت میگه خدا بیا مرده میگه ما تو دفتر بابا بودیم بابای ما از شما 8000 درهم طلب داره حضرت هر از من تو بله پدر ما از شما طلب داره من بر این نقصدشونی که داده گفتن 8000 درهم کیسه گفته به این جوان 8000 درهم کیسه کردن داره این جوان رفت یه ماه دیگه برگشت با دو تا کیسه پول خودش انداخت پای امیر المؤمنین رو آقا منو ببخش حضرت همین چی شده بابا نمارد بود چرا بابا مرد پس چی ببخشمه دو اما ما تقریه پستانکار و طلبکار دفتر بابا من اشتباه کنیدیم
شما هشت هزار درهم از پدر من طلب داشتید، نه بابای من از شما. امیرالمومنین یه وقتی هم میدونستا اما بروش نیم بروش نیم اما بسه کیسه ها بردم، یه کیسه به دبیه پدرم که شما هشت هزار درهم، یه کیسه هم خونی که شما یه وقتی شما دادین هشت هزار درهم. حضرت نگاه کرد بر اون بابا مرد، خدا رحمتش کنه، هر دینی رو ما داشت ما به او بخشیدیم. بذار زیر عباد کیسه رو. گفتم آقا جان پس این پول خودتون رو بگیری. حضرت فرمود نمیدانی ما عهد بیت وقتی به کسی چیزی بدیم دیگه پس اونو به کسی هم ندیم. فاطمه زهرا خود آدم مخلص درست کنه، با خدا معامله کنید خواهران و برادران، عمرتون اینطوری ارزشمند میشه. حرفم بس خدا یا به آبروی فاطمه زهرا این ایام و لیالی، ایام و لیالی شهادت اون حضرت است و انور حجت ابن الحسن المهدی، خدایا توفیق مخلص شدن به همه ما عنایت بفرما. خدایا به آبروی فاطمه زهرا فرج فرزند منتقمش مصلح کل عالم، مهدی فاطمه را برسان. چشمان گنهکارمون به جمالش منور بگردان. قلب مقدس نازنین حضرت مهدی از خواهش ما قبول بگردان. دعاهای اون حضرت شامل حالمون بفرمان. فر درجات امام راهبمون بیفزا. سایر مقام معظم رهبری مستدام بدار. خدمت گزاران به دین، به مردم، به مملکت را نصرت و یاری بگردان. هر کس در هر منزلی در این مملکت به این مردم خیانت می کند منافقانه، خدایا اگر قابل هدایت نیست ریشه‌کنش بفرما. فرزندان ما را مالی افتخار دنیا و آخرتمون قرار بده. این دعا را با توجه آمین بگید. خدایا به آبروی فاطمه زهرا برکات آسمانیت باران رحمتت بیش از بیش در کشور عزیزمون و این منطقه ببار. گناهانی که بد فکر آسمانی کرده است بر ما ببخش. ارواح زر حقوق ما پدران و مادران مراجع تقلید اسیر خاک از مجلس ما بهرهمند بگردان. من بار دیگر عذرخواهی میکنم که وقت عزیزانم رو گرفتم، مخصوصا سروران مجلس روحانی، و اینکه بعد مرتب میشد جلسه بهعلت اینکه ما شبها پرس جلسهای داریم نتونستم شبها محضرتون باشم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم اگر تصویر وقت کردن رو همه جلسه ما حلال کنید. این آخرین دعای من و بلندترین آمین شما. خدایا به آبروی صدیقه شهیده ام الائمه الاطهار فاطمه الزهرا قسمت میدهم مثل فاطمه زهرا ما را